سلام عرض می کنم خدمت تمام بینندگان عزیز که منو می بینید. من نگین بارونی هستم و حدودا دو سال هستش که در کلیسای اسمیرنا خدمت می کنم. می خواستم یکی از شهادت های ایمانیمو توی این دوره خدمتون عرض کنم که میشه گفت یکی از بزرگترین شهادت های زندگیم هستش و این مربوط میشه به دوران کودکی من. از زمانی که بچه بودم خیلی پادردهای خیلی شدیدی داشتم و از اونجایی که یادمه همیشه دستم توی دستای مامانم بود و از این دکتر به اون دکتر ما میرفتیم و هیچ درمانی نداشت، هر دکتری یه چیزی میگفت. و اینکه خب نمیدونم جلسات پرستشی ما رو دیدین یا نه، ولی روزهای پنجشنبه که ما جلسات پرستشی داریم چند ساعت ما اون بالا هستیم و پرستش میکنیم. و اینکه همیشه به خاطر این دردی که من داشتم یه مقدار ناراحت بودم و نمیتونستم زیاد بیستم اون بالا و چون درد سریع می اومد سراغم. و اینکه همیشه در دعا بودم بابت این مسئله و همچنین به بچه هم گفته بودم که برام در دعا باشن. و اینکه توی یکی از جلسات پرستشی که ما داشتیم دعا می کردیم برای یه سری از عزیزان، ما مشغول دعا کردن بودیم و بچه ها داشتن به زبان ها صحبت می کردن و همه جا پر از روح خدا بود و روح خدا رو می تونستی لمس کنی. و اون لحظه بود که خودم هم غرق در دعا بودم، توی یک لحظه خداوند روح قدوسش رو از پاهای من وارد بدن من کرد و توی یک لحظه درد پاهای من خوب شد و شفا گرفت. و از اون روز به بعد، یعنی و اون روز خیلی جالبه چون آخر پرستش ما بودیم و چند ساعت بود که ایستاده بودیم اون بالا، ولی بر من انگار اول پرستش بود و اینکه اصلا دوست داشتم تموم بشه و انقدر روح القدس شدید بود توی وجود من که دوست داشتم فقط بالا پایین بپرم و نمیتونستم خودم کنترل کنم. و اینکه از اون روز به بعد این درد دیگه سراغ من نیومد و پاهای من کاملا خوب شد. خدا رو شکر میکنم که یک بار دیگه فیضش رو شامل حال من کرد و یک بار دیگه یه معجزه دیگه توی زندگی من به وجود اومد. و من میخوام اینو به همه دوستان، همه کسایی که من رو میبینن بگم که همه ما نه به دین احتیاج داریم، نه به مذهب احتیاج داریم، نه به هیچ شریعتی. همه ما انسان ها فقط به فیض احتیاج داریم، به یه محبت بی قید و شرط از طرف خداوند، محبتی که لایقش نیستیم ولی شامل حال ما میشه. و اون محبتی نیست جز عیسی مسیح که فقط از این طریق ما میتونیم به اون برسیم. و من اینو میخوام بگم به تمام اون کسایی که منو میبینن که من ایمان دارم، به اون کسایی که هنوز به عیسی مسیح ایمان نیاوردن، من ایمان دارم که عیسی مسیح عاشقانه پشت در قلب شما منتظر نشسته و میخواد که این در رو به روش باز کنید و برای یک بار هم که شده به خدا اعتماد کنید و این در رو باز کنید. و اینکه ایمان دارم که او عاشقانه منتظر ما هست و اینکه خداوند ما رو انتخاب کرد تا بنده نباشیم بلکه فرزندان باشیم. و من ایمان دارم که همه ما لایق اون
هستیم و میتونیم فرزندان باشیم و رابطه فرزند و پدری داشته باشیم. صحبت همون با یه آیه تمام میکنم. خداوند صخره من است، ملجا و نجات دهنده من است. او دل شکستگان را تسلی میدهد و بر زخم های ایشان مرهم میگذارد. مرسی که گوش کردین به شهادت من و به امید دیدار.